فرشته های من، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه و آماده باشین ویدیوی امروز رو ببینین. امروز میخوام در مورد سرامیت ها باهاتون صحبت کنم و وقتی که میخوام توضیح بدم که در اصل وقتی که سرامیت ها وارد محصولات میشه، به خصوص کرم های مخصوص صورت و بدن، چه مکانیزمی داره، چه کاری برای پوست شما انجام میده و برای کدوم گروه ها بهترین عملکرد رو داره، در از تو این ویدیو اینها رو توضیح میدم و در ویدیوی بعدی محصولاتی رو هم بهتون معرفی میکنم. اگه دوست دارید در ادامه برنامه با هم باشین. گلم، قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنم خوشحال میشم که اگه اولین بار هست که ویدیوهای من رو میبینین، یادتون باشه حتما سابسکرایب کنین و اون مستطیل قرمز رنگ رو خاکستری کنین، زنگوله رو بزنین تا به وقتی که ویدیوهای جدید آپلود میشه شما در جریان ویدیوهای جدید قرار بگیرید. برای کمک به من لطفا ویدیوها رو بین دوستاتون شیر کنین. امروز میخوام در مورد سرامیت صحبت کنم. همونطور که در اول گفتم، سرامیت ها از دسته خانواده لیپید ها هستن و تقریبا 50% سطح خارجی پوست ما رو تشکیل میدن. و اگه سلول های پوست شما کار آجر رو انجام بدن، در از سرامید ملات بین آجرها هست، یعنی بین سلول های پوستی شما، و باعث استحکام و تردی پوست شما عزیزان میشه. سرامیت ها یک لایه محافظ رو بر روی پوست ایجاد می کنن و باعث می شن که پوست شما شفاف و لطیف و ترد و محکم و جوون باقی بمونه. اگه از مزایای سرامیت ها بخوام براتون توضیح بدم، همونطور که در تصویر می بینید، در پروسه جوانسازی پوست رطوبت رو به پوست بر می گردونه، یک محافظ طبیعی بر روی پوست هست در شرایط سخت پوستی، هوای خیلی سرد، سوز و باد بیرون، و برعکسش در یک روز گرم، آفتاب خیلی زیاد در اصل پوست رو محافظت می کنه و دیرتر باعث آسیب رسیدن به پوست میشه. این از نکات خیلی مهم هستش و همینطور در درمان اکزما یکی از مواد اصلی هست که همیشه درماتولوژیست ها در از روش تاکید دارن و سرامی در از یک ضد پیری هستش. اگه بخوایم در مورد نگهداری سرامیت ها یا کرم هایی که حاوی سرامیت هستن، باید اونها رو در بطری های تیره نگهداریم و از قرار گرفتن در معرض نور و هوا باید جلوگیری بشه، چون در این شرایط خیلی سریع اثر خودش رو از دست میده و در اصل بی اثر میشه. سرامیت ها که وارد کرم ها میشه انواع اقسام داره. اگه به ترتیب بخوام بگم، سرامیت 1.3، سرامیت 11.6 هستش، سرامیت 2.3 هستش، که سرامیت 2.3 بیشتر برای مناطق گردن و پوست بدن در اصل گذاشته میشه. این محصول بدن ما سرامید طبیعی رو خودش تولید میکنه، اما سرامیدی که در محیط آزمایشگاهی تولید میشه کاملا مشابه سرامید طبیعی پوست شما هست و هیچ تفاوتی وجود نداره و فرمولش کاملا عین هم هست و تقریبا میشه گفت که مشابه سازی نشده. عزیزان، اگه دنبال سرامید طبیعی هستین که در رژیم غذاییتون قرار بدین و باعث بشه که پوستی شفاف داشته باشین، میتونم از گروه گندم، برنج، ذرت و سیب زمینی شیرین و سویا صحبت کنم که خیلی مفید هستن برای پوستتون و همینطور سرامید تولید شده در پوستتون. اگه عزیزانی میخوان سوال کنن که آیا این محصولات رو میتونیم مستقیم بر روی پوست استفاده کنیم، میتونم بهتون بگم که ماسک برنج یکی از بهترین ها هست که در اصل ماسک برنج که به شکل خونگی هم درست میشه برای پوست خیلی مفید هست و حتما این ماسک رو میتونین خیلی سیف و بدون عارضه بر روی پوست و آلرژی استفاده کنین، هیچ مشکلی نداره.
در این سرامیت ها رو در محصولات که برای مو هست هم استفاده میکنن و عملکردی که بر روی مو داره باعث یک نقش نرم کننده برای مو داره و رطوبت درون مو رو در اصل یک جوری گیر میندازه و باعث میشه که مو شما آبرسانی بشه و از خشکیش جلوگیری میشه، به خصوص عزیزانی که طولانی مدت از بلیچ برای روشن کردن موهاشون استفاده میکنن. این یک انتخاب خوب میتونه باشه برای محافظت یا جلوگیری از آسیب بیشتر از این بر روی مو. و همینطور عزیزانی که موهای خشک دارن میتونن از این محصول به عنوان یک مراقبت مو ازش استفاده کنن. عزیزان متاسفانه در اصل باید بگم که در افراد جوان سرامید به طور طبیعی تولید میشه و پوست جوان هست، اما به مرور سنتز این ماده در پوست کاهش پیدا میکنه و به مرور پوست شکننده میشه، خطوط پوستی شروع میشه به ظاهر شدن که این خطوط کم کم تبدیل میشن به چروک و خودنمایی میکنه. محصولات مراقبت پوست حاوی سرامید کمک میکنه تا شما پوستی طبیعی تر داشته باشین، پوست شما رو تقویت میکنه و سعی میکنه که رطوبت رو به پوستتون برگردونه و شما میدونین که شادابی و بهبود پوست با رطوبت ارتباط مستقیم داره. و نکته آخر در اصل در انتها میخوام بگم، سرامید ها در بهبود اگزما و بیماری پسوریازیس یک نقش خیلی مهم داره و غالبا درماتولوژیست ها برای این عزیزان از این گروه انتخاب میکنن، ولی غالبا در کرم ها برای افراد معمولی هست و به شکل دستساز توسط فارماکولوژیست ها تهیه میشه که بیسش سرامید هست و کمک میکنه به این عزیزان. و حتما دوستانی که تو این گروه ها هستن و مشکل پوستی دارن میتونن تو این مسئله با دکتر خودشون مشاوره کنن و راهنمایی لازم رو بگیرن. حالا تو ویدیوی بعدی میرم سر وقت کرم ها. ویدیو رو امروز به پایان میرسونم. عزیزان منتظر ویدیوی بعدی من در مورد کرم های حاوی سرامید باشین. خیلی دوستتون دارم. مواظب خودتون باشین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.